نوسانه. اگر اینا رو بذاری ساده کنی، شدت صوت به این عوامل بستگی داره، A2 F2 به R2. اگر شدت بخوان، اما اگر تراز شدت صوت بخوان، بر حسب مثلا دسیبل بنویسی میشه 10 تا لوگاریتم آی به آی صفر. حالا اینجا رو بتا بذاری، نمیدونم دسیبل بذاری، هر چی میخوای، واحدش دسیبله. این شدت صوت مبناست، میدن آستان شنوایی در بسامد 1000 هرتز. اینم صداییه که میخوای شدتش رو به دست بیاری. اینکه چرا لوگاریتم میگیرن اینا من مفصل توضیح دادم، دیگه الان وقتش نیست. بعضی وقتا دو تا صدا میدن، میگن این دو تا صدا رو نسبت به هم ترازشون رو به دست بیار. بازم اینجوری مینویسی، فقط این دلتا دسیبل یا میشه دسیبل 2-1 یا میشه 1-2. یه قاعده ساده در لوگاریتمه که میگه لوگاریتم کسر میشه لوگ صورت منهای لوگ مخرج، پس باید 2-1 باشه. به اعتقاد من تو قسمت موج یه تست از شدت صوت یا تراز میاد، از همیناست. حالا 4-5 مدل تیپاش خیلی زیاد نیست، مثلا در حرکت شناسی تیپ سوالات خیلی متنوع، ولی در موج خیلی متنوع نی. آقا 4-5 تا سوال از اینا حل بکنم حتما یکیش میاد. یه چیزایی رو از همین الان میتونم بهت قول بدم که میزنی، ولی یه چیزایی رو نمیشه، باید خودت یه زمینه‌ای داشته باشی. تو اگه اینو هیچی یادت نباشه، من بهت در عرض چه میدونم 20 دقیقه یاد میدم، کاری نداره. میگه که میگه اگه با زیاد کردن دامنه یعنی ولوم، من یواش حرف بزنم دامنه کم میشه، داد بزنم زیاد میشه. بسامد زیر و بمیه، من صدام بمه، بسامد کمه، صدای بم بسامد کمه، صدای زیر مثل صدای خانوما بسامدش زیاده. پس این دوتا فرقشون اینه. یعنی اگه بخوام یه کوچولو برات بیشتر بگم، اگر این صدای من باشه، بچهای جامعه یادشونه اینجا صدای اساتیدو براشون کشیدم، خب اگه من داد بزنم دامنه زیاد میشه، دامنه، ولی اگر سوت بزنم فرکانس زیاد میشه، بسامد زیاد میشه. هرچه موج اینجوری تغییر بکنه بسامدش تغییر میکنه، اینجوری تغییر کنه دامنش. دامنه همونی که عوام بهش میگن ولوم، بسامد اینه. وقتی که اینجوری فشرده میشه قله ها به هم نزدیک میشن، قله فاصله دو قله طول موجه، طول موج کم میشه به هم نزدیکشن. طول موج کم شه، چون طول موج لاندا مساوی وی به اف، طول موج کم شه بسامد زیاد شده. این هم در واقع اثباتشه. البته یه جور دیگه هم میشه گفت بسامد تعداد نوسانات در واحد زمانه. وقتی اینطوریه، یعنی این سبزه، معلومه که تعداد نوسانات در واحد زمان زیاده، پس بسامد زیاده، طول موج کمه، یعنی قله ها به هم نزدیکن. خیلی چیز پیچیده ای نیست. ترازشه، یعنی شما یه بار اینو خونده باشی حتی نفهمیده باشی، با این توضیح که من گفتم برات جا میفته. تراز شدت صوتی که میشنویم چگونه تغییر میکنه؟ این میگه یه کاری کردی با دامنه باعث شده که این 1000 برابر بشه. وقتی یه کمیتی فلان قدر برابر میشه، یعنی نسبت ثانویه به اولیش، یعنی آی دو با 1000ه. پس بعد از این بری به جایی میذاری 1000، 1000 هم مینویسی 10 به توان 3، این 3 میاد پشتش میشه 30 لوگ 10، لوگ 10 مبناش شون 10 میشه 1، پس جواب میشه 30. دسیبل 2 منهای دسیبل 1 میشه 30، یعنی دسیبل 2 30 تا بیشتر از دسیبل 1، نه 30 برابر، تفاضله، 30 تا افزایش پیدا میکنه. یعنی گزینه 3 درسته. آقا کنکور 99 که میگن سخت بوده، یه 1 بده. این سوال سخت نیست، این سوال متوسطه. میخوام بهت بگم حتی اگر یه کنکوری که همه مینالن میگن سخته، واقعا رسیدن به درصد 70 کار سختی نیست. اگر همین الان 20-30 باشی میتونی به 70 برسی، ولی اگه 0 باشی 0 نمیشه کاری کرد. 20-30 درصد باشی، یه پیشخوانی تا فروردین بکنی، خودتو به 30-40 برسونی، من به 70 میتونم برسونم. ولی خودت مهمی، اگه خودت کاری نکنی نمیشه. اگه 50 هستی ایشالله که بتونی بالای 80 بزنی. بالای 90 و اینا دیگه باید خودت قبلا خیلی خونده باشی. دیگه فکر میکنم تمام سوالاتتون رو پاسخ دادم با همین یه چند تا سوالی که حل کردیم و توضیحاتی که دادم. مثلا نقش موج رو من کلا تو کلاس بعد از عیدمون یک ساعت براتون 45 دقیقه توضیح میدم، در حالی که تو کلاس سال خیلی توضیح دادم، شد دو جلسه داشتم توضیح میدادم. شاید یه تست بیاد شاید هم نیاد، بخونیمش. خیلی هم تستش قشنگ و سخته اتفاقا. میگه در شکل زیر، یعنی اگه الان گفتم متوجه نشدی اشکالی نداره، ولی اگه متوجه شدی یعنی دمت گرمه، یعنی اصلا برای این کلاسی. تصویری از موج عرضی در یک ریسمانه. آقا یه دونه ریسمان رو سرش رو گرفتن تنابو اینطوری نوسان میدن، خب سر تنابو به نوسان در میارن، در تناب موج پدید میاد، ازش فیلم میگیرن، فیلمو پاز میکنن، این خود تنابه، پاز شده، یعنی لحظه است. یعنی وقتی فیلمو شما پاز میکنی تبدیل به عکس میشه، این یه عکسه.
که تمام نقاط تناوب داره نشون میده. خیلی خوب. حالا